چیزی را که در این ویدیو درباره اش حرف میزنیم شکل‌های دارای 4 جهت میباشد. و نام ریاضیکی این شکل 4 جهتی 4 ضلعی میباشد. 4 ضلعی. هر زمانی که 4 را قسمت از یک کلمه میبینید علامه خوبی است برای اینکه نشان بدهد شما با چیزی 4 گونه سر و کار دارید. لذا 4 ضلعی شکلی است که 4 جهت دارد. این عبارت از 1/4 ضلعی می باشد. این هم 1/4 ضلعی است. و این نیز. اینها تمامشان 4 ضلع دارد. کاری می کنیم که این اندک مرموز به نظر برسد. حتی این 1/4 ضلعی است. کدامشان 4 ضلعی نیست؟ خب یک مثلث هیچگاه 4 ضلعی نیست. مثلث 3 جهت دارد. 1, 2, 3. این رو خط میزنیم. 1/5 ضلعی 5 ضلع دارد. 4 ضلعی نمی باشد. این 1, 2, 3, 4, 5 ضلع دارد. 1 دایره هیچ ضلع ندارد. دایره فقط منحنی بسته است. که عبارت از 1/4 ضلعی نمی باشد. اگر 6 ضلع، 7 ضلع، 100 ضلع هم اگر داشته باشد، هیچ کدامشان 4 ضلعی نمی باشد. حالا در مورد انواع مختلف 4 ضلعی یا کاتگوری های مختلف 4 ضلعی فکر می کنیم. یکی از آنها متوازی الاضلاع می باشد. یک متوازی الاضلاع 1/4 ضلعی می تواند باشد. به هر اندازه که ریاضی را بیشتر بلد شویم، راه‌های متفاوت فکر کردن در این مورد را می‌آموزیم. این 4 ضلعی است که از لایه متقابلشان موازی می‌باشد. موازی به این معناست که آنها در ادامه یکدیگر را قطع نمی‌کند. منظور ما از این حرف چه هست؟ بعضی اوقات این گونه یک متوازی الاضلاع می‌باشد. چرا؟ چون این طرف در مقابل طرف دیگر قرار دارد و آنها در عین جهت می باشد. اگر یک خط جهت دار اینجا رسم کنم، آن خط ها به یک مسیر حرکت خواهد کرد. این دو طرف مورد نظر موازی می باشند و این دو سمت با هم در اینجا موازی می باشند. لذا این یک متوازی الاضلاع می باشند. مثال های دیگری از متوازی الاضلاع کدام ها هند؟ خب، حتی مربع یک متوازی الاضلاع می باشند. در رابطه به این که مربع را چیز خاص می سازد، بیشتر صحبت خواهیم کرد. این یک نوع خاصی از متوازی الاضلاع می باشد. چون این سمت با سمت مقابلش دارای عین جهت می باشد. این جهت و این جهت. این سمت با سمت دیگر موازی می باشند. خب کدام یکی متوازی الاضلاع نمی باشد؟ خب شکلی شبیه این متوازی الاضلاع نخواهد بود. شاید بگویم که صبر کنید. اینجا دو طرف با هم موازی نیست. میگویید که این با این موازی است. و بعداً میبینید که این دو با هم موازی نمی باشند. یک راه درباره این که فکر کنیم دو چیز با هم موازی نیست این است که ادامه خط ها را میبینیم که در یک جایی همدیگر را قطع خواهد کرد. در حالی که این خط ها در اینجا یکدیگر را هیچگاهی قطع نخواهد کرد. لذا اینی که در اینجا یک متوازی الاضلاع نیست. این یکی فقط دو سمت موازی دارد. نه 4 سمت.
مثال دیگری که بیانگر یک متوازی لذ لا نباشد این یکی در اینجا می باشد، چون هیچ زلش با زل دیگری موازی نمی باشد. به این دلیل متوازی لذ لا از لای مقابلش با هم موازی می باشند. حالا در مورد انواع دیگر چهار زلی صحبت می کنیم. نوع دیگری از چهار زلی عبارت از لوزی می باشد. لوزی نوع دیگری از چهار زلی می باشد. لای متقابلش باید با هم موازی باشد. اما این تنها کافی نیست تا یک لوزی ساخته شود. نه تنها از لای مقابل با هم موازی باشد، بلکه تمام از لا نیز باید با هم مساوی باشد. مثلا این یکی را که رسم می کنم، این یک متوازی لذ لا است اما لوزی نیست. این عبارت از یک متوازی لذ لا می باشد، چون دو زلای متقابلش با هم موازی است. اگر ادامه داده شوند هم دیگر را قطع نخواهد کرد. به این دو زلای متقابل با هم موازی می باشند، لذا این متوازی لذ لا هست اما لوزی نیست، به خاطر که زل آبی نسبت به زل زرد طویل تر است. به این دلیل لوزی نیست. یک لوزی باید این گونه باشد. اضلاع متقابل با هم موازی می باشند و طول تمامی اضلاع با هم مساوی می باشد. حالا شاید بگویید که پس یک مربع نیز یک لوزی می باشد. شما در مورد آن باید فکر کنید. این یکی یک مربع است یا یک لوزی؟ آیا تمامی اضلاع با هم مساوی است؟ و اضلاع متقابل با هم موازی می باشند؟ ما قبلا گفتیم که اضلاع متقابل یک مربع با هم موازی می باشند. یک مربع یک متوازی الاضلاع می باشد و تمامی اضلاعش نیز دارای عین طول می باشد. لذا یک مربع یک لوزی می باشد. یک راهی که در مورد لوزی فکر بکنیم این است که آنها مربع نیز می باشند و شما آنها را می توانید به شکلی که یک مربع حرکت کرده باشد ببینید. این چیزی است که من در مورد لوزی فکر میکنم. حالا در مورد مستطیل فکر میکنیم. شاید در گذشته کلمه مستطیل را شنیده باشید، اما بیایید بیشتر در این مورد فکر کنیم که یک مستطیل چگونه ساخته میشود. مستطیل یک نوعی از متوازی الاضلاع میباشد، اما به تنهایی نمیتواند مستطیل بسازد. مثلا این یکی در اینجا عبارت از یک مستطیل میباشد. خب این که یک متوازی الاضلاع نیز می باشد. این زول با این زول موازی می باشد. اینها هم دیگر را هرگز قطع نخواهد کرد. و این اضلاع با هم موازی می باشند که هیچگاه هم دیگر را قطع نخواهد کرد. اگر ادامه دهید هرگز هم دیگر را قطع نخواهد کرد. اما مستطیل چگونه ساخته می شود؟ این که دقیقاً یک متوازی الاضلاع می باشد، اما از چه ساخته می شود و چرا آن را مستطیل می نامند؟ یک راه که در این مورد فکر کنیم این است که نحوه ای که آنها در زاویه ها با هم یکجا می شوند در مستطیل اضلاع در زاویه هایی که قائمه می باشند هم دیگر را قطع می کنند. این یکی را در اینجا زاویه قائمه می نامند، لذا این است که مستطیل را می سازد. این متوازی الاضلاع است که هر زاویه آن قائمه می باشد. یک مربع کوچک اینجا می گذارید. اگر می خواهید در مورد آن متفاوت فکر کنید، مثلا این یکی در اینجا یک مستطیل نیست. چرا؟ چون نمی توانید اینجا مربع کوچک بگذارید. مربع در زاویه آن درست جا به جا نمی شود.
این یکی را که میبینید تمامی زاویه هایش قایمن نمی باشد. لذا متوازی الاضلاع هست اما مستطیل نیست. مستطیل عبارت از متوازی الاضلاع است که تمامی زاویه هایش قایمن می باشند. اما در مورد مربع چی نظر دارید؟ آیا یک مربع یک مستطیل است؟ آن را ترسیم می کنیم. در موردش فکر می کنیم. یک مربع از لای متقابلش با هم موازی است. قبلا گفتیم که مربع یک متوازی الاضلاع نیز می باشد و یک مربع دارای زوایای قایمه نیز می باشد. این زمانی است که به شما کسی می گوید که یک زاویه قایمه بسازید. این از همانجا به دست می آید. زاویه های قایمه می باشند. آنها دارای زوایای قایمه می باشند. لذا یک مربع یک مستطیل نیز می باشد. به این دلیل مربع چهار ضلعی خیلی جالب است. اون مربع تمامی این خصوصیات را دارد. مربع مربع است. و این یکی لوزی است. این نوعی از لوزی می باشد که زوایای آن قایمه می باشند. می توانیم بگوییم که زوایای آن 90 درجه می باشد. این یکی در اینجا مربع نیست. اما این یکی مربع می باشد. این هر دو لوزی می باشد. یک مربع عبارت از یک مستطیل نیز می باشد. این متوازی الاضلاع است که دارای زوایای قایمه می باشد. یک مربع بدون شک یک متوازی الاضلاع می باشد و هر شکلی که در مورد آن صحبت کردیم عبارت از چهار ضلعی می باشد.